بستنی وانیلی یا توت فرنگی دفعه بعدی که توی بستنی فروشی هستم این کار رو با رابرت میکنم بهش میگم بستنی وانیلی یا توت فرنگی نه من بستنی توت فرنگی میخوام و همینطور که دارن بستنی رو برام آماده میکنن بیرون میرم و میگم من اصلا بستنی خوام. و این کاملا نظریه کلی اون رو در زندگی بدون اراده آزاد از هم می پاشونه. سلام من نیل دیگر از تایسن مجری پادکست استارتاک هستم و ما امروز درباره اراده آزاد حرف میزنیم همون سوال مهم انتخاب شما کدام است بستنی وانیلی یا توت فرنگی ما البته اینجا رابرت ساپوسکی زیست شناس و عصبشناس معروف رو داریم اون استاد زیست شناسی نورولوژی و جراح مغز و اعصابه شما رابرت در دانشگاه سنفورد هستید و نویسنده پرفروش هشت کتاب بسیار پر سر و صدا من همین الان یکی رو در دست دارم همین چند ماه پیش بیرون آمد. دیترمین تعیین شده زندگی بدون اراده آزاد و این موضوع اصلی گفتگوی امروز ما خواهد بود از خودتون بگید که کی شروع کردید من در 21 سالگی به شرق آفریقا سفر کردم تا درباره بابونها تحقیق کنم پس اونجا زادگاه جذابی برای این ایده است که شاید ما کنترل رفتار خودمون نداریم چطور شد که این موضوع به تمرکز اصلی شما تبدیل شد؟ من با تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که ما فقط ماشین هستیم. ما ماشین های بیولوژیکی هستیم و از اون نتیجه گرفتیم که انسان اراده آزاد نداره؟ من دارم از مغز حرف میزنم و اینکه من مغز رو در تمام موجودات مثل عملکرد یه ماشین دیدم. یه ماشین بیولوژیکی که بسته به هر نوع سوختی یه نوع واکنشی از خودش نشون میده. قند، پروتئین، هورمون ها، رنگ، نور، صدا و هزاران ریزکاری دیگه که هنوز میشه روش کار کرد. من میتونم اونو اثبات کنم. مثل اینکه فرد هنوز صبحانه نخورده بود و اینگونه رفتار کرد. کم خوابیده بود. خوشحاله. استرس داره. درد داره. تصادف کرده و قسمتی از مغزش آسیب دیده. آیا شما راجع به اثر قاضی گرسنه چیزی شنیدین؟ قاضی گرسنه یادم میاد حدود ده سال پیش بود که این مطالعه انجام شد که اگه قبل از نهار محاکمه بشی حکمت بالاتر از بعد از نهار میشه بله دقیقا این مطالعه کلاسیک بود مجله دانش آکادمی ملی علوم اونا هر تصمیمی رو که قضات شهر در طول یک سال گرفته بودند حدود هزار تصمیم رو بررسی کردند همراه با ساعت دقیق محاکمه اونا بعد از اون میتونستن پیش بینی کنن که چند ساعت از زمانی که قاضی غذا خورده گذشته و اون چه حکمی خواهد داد. بنابراین قاضی به احتمال زیاد فکر میکنه که در اون لحظه داره تصمیم صحیحی رو میگیره اما در واقع حتی نمیدونه که تحت تاثیر چه واکنشی در بدن خودش هست که داره سرنوشت کس دیگه ای رو تعمین میکنه. دقیقا این چالش آماری دقیق با پشوانه علمیه که بارها تکرار شده یه مشخصه کار علمی هم همینه که بشه بارها تکرار کرد و نتیجه ثابتی گرفت پس اگه شخصی که با اون در بانک برای یه وام مسکن قرار دارم چهار ساعته که غذا نخورده باید قرارم رو حتما کنسل کنم چون اینکه چند ساعت از غذا خوردن ما گذشته بر نحوه تصمیمگیری های ما تاثیر بسیار مهمی داره بعد باید فکر کنیم که هرمون ها در طول 24 ساعت گذشته چه کار کردن؟ زیرا نوع عملکرد مغز ما به طور خطی به اون وابسته است. حتی اینکه آیا شما صدمه دیدین؟ آیا خدا رو پیدا کردید؟ آیا یکی رو از دست دادید؟ آیا عاشق شدید؟ چون اینا همه روی عملکرد مغز ما تاثیر داره. بله آیا گرسنه گرسنه؟ آه چقدر داستان مغز شگفت انگیزه مثل اینکه سطح گلوکوز خون زمانی که نهار نخوردیم پایینه بله به یاد داشته باشین همین قاضی به زندانی پس از نهار آزادی مشروط میده اما چهار ساعت بعد از نهار اونو به زندان برمیگردونه بر اساس پژوهشی که بر روی 5000 قاضی انجام شد دیده شد که اگر قاضی ساعت بدون غذا خوردن نشسته باشه امکان اون که در نهایت متهم رو محکوم کنه به طرز خیره کننده بیشتره اگه قاضی تازه غذا صف کرده باشه متهم 60 درصد بیشتر امکان آزادی داره و اگه تنها دو ساعت از صف غذای قاضی گذشته باشه این شانس به صفر میرسه اگه از قاضی برای آزادی نفر اول و اتهام نفر دوم سوال بشه ناگه هم برای شما شروع به داستانگویی و فلسفه بافی مختلف میکنه چون خودش نمیفهمه که تفاوت قضاوتش تنها به خاطر سطح گلوکوز خون بوده در پژوهشی دیگه دیده شد که تنها با بوی خوب نان تازه پخته شده و یا شکلات داغ و شیرینی افراد داخل اتاق رفتارهای بسیار دست و دل نشون دادن و برای دیگران پول بیشتری خرج کردن. سوال من از شما که حتما اینو از پیشم شنیدین اینه که ما جوری زندگی میکنیم که این حس رو به ما میده که ارادی آزاد داریم. چطور این حس رو توجیه میکنین؟ و برای بسیاری از افراد اگر باور به اراده آزاد وجود نداشته باشه حتما میتونه خطرناک باشه اما در مقابل شما این اطمینان رو میدین که افراد کنترلی بر اون چه رخ میده ندارن این مطلب جامعه رو تغییر میده تکون میده بله بله همینطوره در پژوهشی دیده شد تنها با گذاشتن یه سطل آشغالی که بوی بدی داره افراد داخل اتاق رفتارهای متعصبانه تری نسبت به زمانی که این بو وجود نداره نشون میدن چه در زمینه های سیاسی و چه در زمینه های اعتقادی من اصلا نمیدونستم که این فقط یه نکته علمی نیست که این باور باید حتی در کوچکترین مجلات بحث بشه و پیامدهای واقعی بسیاری در زمینه های فرهنگی و اجتماعی ما داره من اون چی رو که میگین متوجه میشم و با اون موافقم اما مطمئن نیستم که کاملا با عدم وجود اراده آزاد موافقم فقط صادقانه بگم یکی از دوستای من دکتر ماک بیماری داشت که سعی کرده بود کودکش رو بفروشه اون یه معتاد به مواد مخدر بوده و حالا اون میتونه بیاد به من بگه که ببین من تقصیری نداشتم داروها و مواد مخدر قشر جلوی پیشانی منو دزدیده بود و اساسا من هیچ کنترلی بر کاری که انجام میدم ندارم و این مواد مخدره که کنترل درخت تصمیم گیری منو به دست گرفته بله پس شما با رابرت موافقین؟ من موافق رابرتم چون من تمام کتاباشو خوندم و اینا همه منطقیم فقط الان من میخوام بستنی وانیلی بخورم میدونی؟ و یا نه من حوث پپرونی روی پیتزام کردم و یا من میخوام امشب این فیلم رو ببینم جا اون فیلمی که تو پیشنهاد داده بودی در این باره چی داری بگی؟ اینا قدرت هایی هستن که ما در زندگیمون داریم نمونایی بسیار کوچک و این قدرت انتخاب ما رو به این وهم میندازه که ما اراده آزاد داریم و ما رو کاملا با این فکر راضی نگه میداره و بعد شما میگین که یه چیز بیولوژیکی باعث میشه که امشب انتخاب کنم که به جای بستنی وانیلی توت فرنگی رو بخورم؟ بله دقیقا همچنین میگه که این یه چیز فرهنگیه که میگه چگونه بزرگ شدید و چه آوازهایی زیر پشه بند به شما خونده شده اگه به طور اتفاقی تصمیم ای بگیرید بخشی از این اشتباه به مادرتون در طول بارداری و استرساش برمیگرده یه بخش از مغز به نام قشر جلوی مغز مربوط به کنترل انگیزه ها و افکار ناشی از اعمال بی اندیشانه ماست. تا سن پنج سالگی وضعیت اقتصادی و روحی مادر در نرخ توسعه این بخش از مغز تاثیر مستقیم داره. هر حرکت و اقدامی بعد از اون قدم بعدی رو تعمین میکنه و عاملی برای حرکت بعدی میشه. خب چیزی مثل انتخاب شما برای بستنی وانیلی به جای توت فرنگی یا اون چه که در اون گیر افتادیم دقیقا همون چیزیه که ما به اون اشاره میکنیم. شما اونجا میشینین و تصمیمی میگیرین. مهمترین چیزی که می‌دونین اینه که مجبور به انجام هیچ کاری نیستید. گزینه های جایگزین هم وجود داره و به نظر میرسه که این اراده آزاده اما هیچ گونه ارتباطی با اراده آزاد نداره. تنها چیزی که در اون لحظه باید بپرسید اینه که چگونه به اینجور شخصی که هستید تبدیل شدید. میدونین دفعه بعدی که توی بستنی فروشی هستم این کار رو با رابط انجام میدم. میگم بزنین ببینم بستنی وانیلی نه توت فرنگی میخوام. و همینطور که بستنی توت فرنگی من داره آماده میشه بیرون میرم و میگم من اصلا بستنی نمیخوام. و این کاملا نظریه کلی شما رو از هم میپاشونه. دقیقا و چگونه به این شخصی که میگین تبدیل شدید؟ ما سعی میکنیم بگیم که چرا و به چه علتی به این انتخاب رسیدیم؟ اما اگر هر چیزی که هر کسی میگه یا انجام میده رو شما به عنوان شاهد حمایتی از نظریه خودتون در نظر بگیرین اونگاه این نظریه قابل آزمایش نیست و اگر قابل آزمایش نیست شما همه چیز رو به نفع نظر خودتون تموم میکنین تو بستنی توتفرنگی وانیلی و یا هر چه انتخاب کنی و یا نکنی من درستم اگه برای همه چیز درست باشی چطوری میتونم بدونم که هرگز اشتباه نمی کنی رابرت در خلاف حرفای من به من ثابت کنید که اراده آزاد وجود داره به من نشون بدید که یه نورون یا یه شبکه از نورون ها یا یه مغز به تازگی کاری انجام داده و به من نشون بدید که اون کار رو به طور کاملا آزاد از گذشتش انجام داده. این از اهمیت زیادی برخورداره. بسیاری سعی دارند وجود آگاهی رو با فیزیک کوانتوم توضیح بدن و من رو ساکت کنن. اما اونچه که کوانتوم و رفتار تصادفی اتم نشون میده یه مکانیزم برای رفتار تصادفی در مقیاس اتمیه نه یک سیستم اخلاقی و حتی اگه به اونجا برسیم باز هم فیزیک کوانتوم داره از تصادف حرف میزنه نه یک امر ثابت مستدل این چیزی نیست که ما به دنبالش هستیم ما داریم نشون میدیم که در سیستم کارکرد مغز چطوری قند ما رو به A و این به بی میرسونه ما چیزی بیشتر از زیست شناسی نیستیم و بر اون کنترلی نداریم و حتی تعاملات ما با محیطی که بر اون هم کنترلی نداریم و به همین دلیل هست که ما هستیم به طور مثال من پنیر چدار نمیخورم چون وقتی من و همسرم اولین بار با هم ملاقات کردیم من در حال خوردن قطعات بزرگ پنیر چدار بودم و اون گفت اوه این چربی اشباع شده است این برای سلامتی شما بسیار بده و من احساسم به پنیر چدار تغییر کرد و امروز زیشناسی حتی تعیین میکنه که چگونه ترکیب گیرنده های حسی زبان تغییر میکنه که چه طعمی از غذاها حالا برای من خوشایند باشه همه این چیزها همه این قطعات همه این تکه پازل ها روز به روز در جای خودشون قرار می گیرن و چالش اینه که نشون بدین که این فرد با این قطعات اگر جنهای متفاوتی داشته باشه اگه زندگی جنینی متفاوتی داشته باشه اگر در محله کشوری دوستانی متفاوت و یا توسط والدینی متفاوت و با فرهنگ متفاوتی بزرگ شده باشه چه میکنه و چه انتخابی داره وقتی کسی به علت افسردگی حال بدی داره و من میگم که این گناه اون نیست یعنی اینکه علت افسردگی اون با تغییرات شیمیایی همراه بوده و بسیاری از عوامل محیطی با اون عوامل شیمیایی درگیر شده و این نتیجه رو در فرد به شکل افسردگی نشون داده خب اونا نیاز به درک و درمان دارن بنابراین من میگن که شما اراده آزاد ندارین منظورم اینه که این محدودیت در هر عصب مغزی ما قرار داره به طوری که وقتی به فرهنگ میرسیم داریم از یه سری از تأثیرات حرف میزنیم وقتی به نحوه بزرگ شدنتون میرسیم از یک سری عوامل مداخلگر دیگه حرف میزنیم. وقتی به جنهاتون میرسیم میدونیم که تأثیرات کدامن. بنابراین من راحت میگم که اعمال و رفتارهای ما تعیین شدن. این فقط نگاه کردن به شواهده و من میدونم که هنوز درک اون برای بسیاری از مردم سخته اما این یه واقعیت علمیه. در ارزیابی شما اگر همه چیز واقعا در چارچوب عوامل از پیش تعیین شده عمل میکنه ژنتیک محیط زیست علم اعصاب وضعیت اجتماعی اقتصادی و موارد دیگه اونگاه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت پذیری و مجازات باید تحت ارزیابی کلی قرار بگیره و به جای دیدن افراد مسئول مستحق قضاوت باید تاثیرات گوناگونی رو که رفتار اونها رو شکل داده از نوروشیمیایی تا اجتماعی در نظر بگیریم فردی رو که در لبه خودکشیه در نظر بگیریم آیا واقعا میتونیم اونو مسئول عمل خودش بدونیم؟ در حالی که میدونیم عمل کرده اعصاب و نورون ها اونو به چنین ناامیدی سوق داده؟ یا شخصی که به خاطر جرم در زندانه؟ آیا اون به تنهایی مسئولیت همه چیز رو به دوش میکشه؟ بنابراین اگه این فرضیه رو قبول کنیم رویکرد ما به عدالت آموزش بهداشت و بهزیستی اجتماعی باید تغییر کنه به جای اقدامات مجازاتی باید بر درک با سازی و مقابله با علتهای اصلی رفتار تاکید کنیم بنابراین جامعه چگونه باید تغییر کنه ما نیاز به یک تغییر اساسی در رویکرد خودمون نسبت به آموزش و پرورش داریم این گام برای جهانی عادلانهتر بسیار ضروریه جایی که افراد بر اساس شرایط تولد یا نوازش های نوروبیولوژیکی مغزشون قضاوت نمیشن بلکه بر اساس محتوای شخصیت و حمایتی که برای رشد دریافت میکنن سنجیده خواهند شد پس معیارها تغییراتی زیربنایی خواهند داشت این یه تغییر پارادایمه که باورهای عمیقا درگیر شده درباره اراده و مسئولیت انسانی رو به چالش میکشه اما یکی از جوانب بسیار با اهمیت این نگاه اینه که نوید جامعه مهربانتر و عادلانه تر رو ارائه میده و با این حال با وجود این پیشرفتها ما همچنان به مفاهیم منسوخ مسئولیت شخصی و شایسته سالاری میچسبیم مسئولیت چیست یه نگرانی معتبره و عمیقا در ساختار اجتماعی ما ریشه دوونده من فکر میکنم این چیزیه که مردم رو میترسونه اونا شروع به کردن درباره پیامدهای این مسئله میکنن و چون درباره مسئولیت و اقدامات افرادی که میگن من هر کاری کنم مقصر نیستم میاندیشن دچار حراس میشن بله بله دقیقاً من با شما کاملا موافقم اما شاید تغییر دیدگاه به سمت درک عوامل عصبی و محیطی مؤثر بر رفتار بتونه منجر به روی کردی دلسوزانه تر و پیشگیرانه تر برای پرداختن به مسائلی مانند اعتیاد، بیماری روانی و نابرابری اجتماعی بشه. به جای سرزنش یا تنبیه میتونیم بر ارائه حمایت افراد برای عبور از چالش هاشون تمرکز کنیم. این یه تغییر پارادایمه که مستلزم بازنگری در مفاهیم اساسی ما از مسئولیت و عاملیت اما در نهایت میتونه به جامعه ای انسانی تر و عادلانه‌تر منجر بشه. جوامعی که به اعدام، سرزنش، تنبیه شلاق و زندان باور دارند دقیقا همون جوامعی هستند که شما را مسئول انتخابهای خودتون میدونن. اما جوامعی که نگاهی انسانی تر داشته و بر خدمات و پیشگیری ها تمرکز کردن حکم اعدام رو قبول ندارن من به آینده امیدوارم و میدونم که ما در جهت درستی گام برمیداریم. شکی نیست که عوامل فرهنگی و بیولوژیکی هر دو بر رفتار تاثیر میذارن و اقلب به روش های با هم تلاقی میکنن همینطور که شرطی شدن فرهنگ و هنجارهای اجتماعی نقش مهمی در شکل دادن به اعمال و باورهای ما دارند استعدادهای بیولوژیکی نیز در رفتار ما نقش دارند این یک موقعیت یا یک تعامل پویا بین طبیعت و پرورشه با توجه به تعامل شما در مورد رفتار شخصی تشخیص تاثیرات چند بچهی که هویت ما رو شکل میده مهمه در حالی که هنجارهای اجتماعی و چارچوبهای قانونی ساختارها رو ارائه میدن ارزش های فردی، اخلاق و احساس هویت ما نیز نقش مهمی در تعیین اقدامات ما دارند. در مورد تغییر نگرش های اجتماعی و هنجارهای فرهنگی بدون شک این یه تلاش چالش برانگیز و طولانی مدته. این امر مستلزم تلاش جمعی، آموزش، همدلی و تمایل به چالش کشیدن باورهای ریشه در حالی که پیشرفت ممکنه تدریجی باشه هر گام در جهت ارتقای درک، شفقت و آموزش به ایجاد جامعه هماهنگتر و عادلانه‌تر کمک میکنه. آیا ما به فرهنگی رسیدیم که در اون بشه باورهای عمیقا ریشهدار رو به چالش بکشه و درک ما رو از مسائل پیچیده مانند اسکیزوفرنی یا هویت جنسی تغییر بده؟ این سوالی که به پویایی پیچیده هنجارهای اجتماعی، نفوذ رسانه ها و قدرت روایت های شخصی نیاز داره. در مورد اسکیزوفرنی برای دهه ها باور قاله بر این بود که این بیماری به جای اینکه ریشه در شیمی و عصب داشته باشه از فرزند پروری ضعیف یا شکست های اخلاقی ناشی میشه. در دهه 1980 بود که فیل دوناهو اسکنهای مغزی رو در برنامهش به نمایش گذاشت و تفاوتهای ساختاری در مغز افراد به مبتلا به اسکیزوفرنی رو برجسته کرد و همه چیز از اونجا عوض شد. این لحظه جرقی از یابی مجدت مفروضات طولانی مدت و باورهای قدیمی رو به اسکیزوفرنی برانگیخت و باعث درک گسترده تری از این اختلال شد. بنابراین اغلب برای برانگیختن تغییرات اجتماعی نیاز به چهره های سرشناس و رسانه ها داریم. ما نیاز به داستانهای شخصی و تجربیات افراد سرشناس داریم تا آگاهی در هر یک از این زمینه ها با رشد آشکاری همراه بشه. انسان‌ها شجاع که جلوی دوربین بیان و مسائل پیچیده انسانی رو مطرح کنند. پس رسانه ها نقش مهمی در شکل دادن به ادراک عمومی و هدایت گفتگوهای فرهنگی دارند. با این حال مهمه که بدونیم تغییرات فرهنگی چند وچی هستند و اغلب آهسته حرکت می کنن. اونا نه تنها به اقدامات فردی شجاعانه و حمایتی نیاز دارند بلکه به تغییرات سیستماتیک در آموزش مراقبتهای بهداشتی و سیاسی نیز نیاز دارند. در نهایت درک اینکه فرهنگ چگونه تکامل میابه و چرا برخی باورها پا برجا هستند نیاز به بررسی دقیق عوامل تاریخی اجتماعی و روانشناختی داره با ادامه به چالش کشیدن روایات منسوخ و حمایت از فراگیری و همدلی میتونیم تغییر ایجاد کنیم رقص پیچیده بین فرهنگ و زیستشناسی تجربیات ما رو شک میده آیا در فرهنگی بزرگ شدید که به انعطاف پذیری و سرسختی اهمیت میده یا فرهنگی که ابراز احساسات رو تشویق میکنه؟ هر تعامل، هر هنجار فرهنگی به طرز ماهرانی مغز و رفتار ما رو شک میده با این حال در میان این پیچیدگی امید هم وجود داره تغییر نه تنها ممکنه بلکه اجتناب ناپذیره با درک مکانیسم های رفتار انسان و اهرم‌ها ها میتونیم تکامل جامعه رو به سوی آینده دلسوزانه تر و عادلانه‌تر هدایت کنیم. فقط چند نکته دیگه برای پایان دادن به این موضوع. اگه مردم کتاب شما دیتمان رو بخونن آیا واقعا فکر میکنین که رسیدن به اون 600 سال طول بکشه؟ منظورم اینه که اگه به سرعت تغییرات فرهنگی اجتماعی نگاه کنیم سریع تر از اونهاست. من میخوام باور کنم که باور به جامعه ای بدون اراده آزاد خیلی زودتر از 600 سال به سراغ ما میاد. خب شاید من از شما بدبین ترم. حالا میدونیم که جادوگران آب و هوا رو کنترل نمی کنن و سوزاندن پیرزنها در آتش مشکلات ما رو حل نمی کنه. و بالاخره ما فهمیدیم که یک مشکل زیستشناسی در چاقی افرادی که در سیگنال سیری مشکل دارن وجود داره اما برای تغییرات عمده فرهنگی راه درازی در پیش داریم مثلا یکی در ترافیک منو قطع میکنه فکر میکنم آه اونا انسانهای پستی هستند که شایسته سوختن در جهنمن یکی به من میگه وای چه ژاکت زیبایی پوشیدی و برای چند ثانیه بعد فکر میکنم که ذاتا انسان بهتری نسبت به متوسط جامعه هستم فکر کردن و استفاده از پردازش های فکری تنها راه نجاته برای هر اقدامی چند بار پردازشش کنید وقتی احساس کردید که حق حضور در خط مقدم برای واکسن بعدی رو به دست آوردین برای بار دوم و دهم فکر کنید خب پس من با یه سوال از شما پایان میدم که ممکنه بخار از گوش شما خارج کنه اگه من به شما بگم که هنوز با شما موافق نیستم و همه ما ارادی آزاد داریم آیا این از قبل تعیین شده و من کاری درباره اون نمیتونم بکنم من تقصیر و اشتباهی مرتکب نشدم که بگم هنوز اراده آزاد وجود داره حالا چه پاسخی داری چون من کنترلی بر افکارم ندارم بله دقیقا همه چیز به آموزش برمیگرده تا چند سال پیش کودکان رو برای یادگیری در مدرسه خطکش می زدن و اونها رو متهم به تنبلی می کردن. اما امروز ما می دونیم که بعضی از کودکان در خواندن و نوشتن مشکل دارن. ما پذیرفتیم که کودکانی هستن که اوتیسم دارن. اون قسمت از مغز ما که متهم می کرد آموزش دیده و به پذیرفتن رسیده و حتی جلوتر رفتیم. اگه کسی از این روش های تنبیهی منسوخ برای آموزش کودکان استفاده کنه الان بیمار شناخته میشه پس ما نیاز به آموزش داریم روشنگری اجتماعی نوروبیولوژیکیه و نوروبیولوژی رفتار اجتماعی رو تغییر میده اینا کاملا در هم تنیده شده مثلا دعا کنیم که کسانی رو که باور دارند اراده آزاد وجود داره درمان کنیم بله تقصیر اونا نیست ما دقیقا برای روحشون دعا میکنیم باد بادک